درود و سلام و احترام خدمت یکایک بینندگان گرامی. ایمان سلیمانی امیری هستم در آخرین روز مرداد ماه در خدمت شما با یک برنامه دیگر تحت عنوان کلی بازشناسی باورها، که به رسم 7 برنامه گذشته به تحلیل زندگانی حسین ابن علی خواهیم پرداخت. البته در میانه بحث هم اگر پلی میان گذشته و امروز نیاز هست خواهیم زد تا دریابیم آنچه که از گذشته در فرهنگ سیاسی و اعتقادی جامعه امروز ما وجود داره حاصل چه نوع اندیشه هایی است. این بازشناسی باورها کمک میکنه که ما نحوه حکمرانی حاکمان جمهوری اسلامی رو دریابیم و بعضا در برابر نگاه ایدئولوگ ها، اندیشمندان، فقها و کسانی که سعی میکنند رفتار حکومت جمهوری اسلامی رو منتزع و جدا از آنچه که در جمهوری اسلامی در حال رخ دادن هست ببینند رو مورد بازشناسی قرار میدهیم. خب امروز هم به رسم برنامه های پیشین سعی میکنیم بخشی از تاریخ زندگانی حسین و نکاتی هم که پیرامون تبعین و حواشی آن چنانچه مورد نیاز باشه عرض بکنیم. هرچند به روزهای اربعین هم نزدیک میشیم و امیدواریم در یکی دو برنامه دیگر این داستان زندگانی حسین رو به اتمام برسانیم که در آرشیو این برنامه ها بماند برای استفاده آیندگان. و آنجا رسیدیم که حسین ابن علی وارد کربلا شده، سپاه عمر سعد هم آمده، گفتگوهای میان اونها رخ میده و در نهایت کار بر این است که حسین باید بیعت بکنه. خب اولین سوالی که پیش می آید این است که چرا این اندازه فشار بر حسین وارد میشه؟ آیا این نوع فشار که حتما باید با ما بیعت بکنی و اجازه استخلاص تو را نخواهیم داد که به سرحدات بری یا به حجازی که از آنجا آمدی بازگردی موجه هست یا خیر؟ خب ما میدانیم مخالفین یزید حداقل علاوه بر تعداد زیادی از افرادی که ممکن بود از امویان باشند 4 چهره شاخص داره. ما پیشتر به اونها پرداختیم. در میان اونها خب افرادی بودند مثل عبدالله ابن عمر که از نظر وجاهت در آن زمان بسیار شخصیت برجسته‌ای بود و عبدالرحمن ابن ابی بکر و 2 شخصیت دیگر عبدالله ابن زبیر و حسین ابن علی. اما می‌بینیم هیچ گونه فشاری بر روی اون 2 شخص نیست، یعنی نه بر عبدالله ابن عمر فشار زیادی است نه بر عبدالرحمن ابن ابی بکر. دلیل چیست؟ سوابق این 2 شخص نشان می‌دهد که اونها با اینکه مخالف یزید بودند یا سیاست های او رو نمی پذیرفتن، حتی بر پدر او یعنی معاویه هم قرده می گرفتند، اما داعیه حکومت نداشتند. افرادی هم با اونها مکاتبه نمی کردن مبنی بر این که شما بیایید قیامی رو ترتیب بدید. اما حسین ابن علی بنابر سوابقی که در گذشته ارائه کردیم از سوی کوفیان محل رجوع بود با نامه های متعدد، به خصوص بعد از مرگ حسن، که شما پا در میدان بگذار و در برابر معاویه بایست. هرچند حسین قیام در برابر معاویه رو صلاح ندانست، اما این مراودات از طریق مروان و دیگران در مدینه به معاویه میرسید، بنابراین یک سوء ظنی نسبت به حسین وجود داشت. دومین مسئله این که معاویه هم در وصیت به در واقع شخص یزید اشاره میکنه که احتمالاً مردم کوفه حسین ابن علی رو تحریک و تهییج بکنند برای قیام
اگر بر او دست یافتی از او درگذر، گذشت، و این قابل فکر است که چگونه معاویه سعی میکنه به یزید اندرز بده که احتمالاً بعد از مرگ من یک خلأ قدرتی ایجاد میشه و کوفیان میتوانند با حسین مکاتبه کنند، او رو هم به میدان بیاورند. سومین مشکلی که ایجاد میشه بیعت کوفیان با حسینه، یعنی جایی که حسین مسلم ابن عقیل رو میفرسته و کوفیان با تعدادی بین 12 تا 18 هزار نفر بیعت میکنن، قرار بر خرید سلاح میگذارن و خب نشان میده که دیگه واقعا حسین ابن علی بحث قیام بر علیه یزید رو کلید زده، دیگه در حالت انفعال و اعتزال نیست. طبیعیه که این فشارها موجه باشه. امروز هم اگر در درون یک جامعه اسلامی از نظر فقه سیاسی اسلامی یک گروهی خود رو آماده نزاع میکنه، بیعت میگیره، بر علیه جماعت میخواد حرکت بکنه، خب شما میدونید در برابر او میایستن و به صرف این که خب حالا اگر من رو نمیخواید اجازه بدید برگردم، فاقد مسئولیته. بنابراین طبیعیست که این فشارها بر حسین موجه بود و بحث کینه و عداوت مطرح نیست. اقدامیست بر علیه حکومت وقت و در درون اون کانتکست، در درون اون بستر، خشونت بر علیه حسین رو توجیه میکنه. خب حالا قرار بر جنگ هست. مؤلفه هایی هم در این میانه هست، یعنی کسانی که با توجه به رویارویی دو سپاه تغییر موضع میدن، سعی میکنن عده ای از یاران حسین او رو ترک میکنن، مثل ترماح ابن عدی ابن حاتم تایی یا فراس ابن جعدت ابن حبیره شیبانی، اینا حسین رو ترک میکنه. و ایده ای هم از سپاه عمر سعد به نزد حسین میان که چهره شاخصشون حره ابن یزید ریاهی یربوی تمیمی است و دیگری هم ابوالشعصا و خیلی های دیگر، بنابر اون مراودات و اون مسائلی که رخ داده. اما اینها حقانیت کسی رو اثبات نمیکنه، چون از یاران حسین هم خیلی ها او رو ترک کردن، چون احساس کردن امید به موفقیت نیست. در این میان اتفاقاتی هم رخ میده که قابل نقد و بررسی است. یکی از اون اتفاقات این است که حسین ابن علی در شب عاشورا به یاران خودش اشاره میکنه که خب اینها به من نیاز دارن و من رو میخوان، شما میتونید برید و من رو ترک بکنید. و خب خیلی از یاران او هم اشاره میکنن که نه، ما تا آخرین لحظه در کنارت هستیم. اما نکته این است که چرا حسین اونها رو به کشتن میده؟ یعنی اگر یک انسانی میدونه با کشتن او حداقل خانواده او، بستگان او، برادران او زنده میمانند، چه دلیل موجهی وجود داره که خودش در انتها وارد میدان بشه؟ بلکه از همون ابتدا میتوانست وارد میدان بشه و با شهادت خودش، کشته شدن خودش ختم قائله بکنه و کشتن دیگران حداقل دور از جوان مردی است. اما یک نکته عجیبتر این است که حسین ابن علی کسانی رو هم به میدان میفرسته که مردان رزم نیستن. شما در جنگ ایران و عراق دیدید خمینی و اعوان و انصارش با ساختن داستانهایی مثل حسین فهمیده ها جوانان و نوجوانان خیلی کم سن و سال رو به میدان جنگ فرستادن، چیزی که با هیچ گونه اسلوب اخلاقی یک جنگ کلاسیک، یک جنگی با آن عظمت تطبیق نمیکنه که شما یک کودک 14 ساله 13 ساله که ما دیدیم این تصاویر رو تلویزیون های عراق می آوردن، این نوجوانان رو نشان می دادن. خب چه کسی این کودکان رو به جنگ فرستاده؟ بر چه اساسی؟ بر کدام خط مش؟ وقتی ما به داستان کربلا نگاه میکنیم میبینیم همین اتفاق برای قاسم ابن حسن رخ میده. یک نوجوان 13 ساله ای نه شرایط جنگ داره، نه نوع پوششش، نه نوع لباسش مناسب جنگ. از طرفی عده‌ای از سرداران حسین وارد میدان شدن، کشته شدن. خب شما دارید صحنه رو میبینید، این وضعیت جنگ رو میبینید، این که برادرزاده یتیم خودت رو به میدان بفرستی در راستای ایدئولوژی میراث حسین ابن علی است.
وقتی شما به تصویر کودکان سرزمین ایران نگاه بکنید در جنگ ایران و عراق و این رو یک عمل خب غیر اخلاقی بدانید که درست هم هست، کاملا غیر اخلاقی است، غیر انسانی است، باید پلی بزنید میانه زمان جنگ ایران و عراق با صحرای کربلا، جایی که برای ایدئولوژی حسین از ریخته شدن خون برادرزاده 13 ساله خودش هم پرهیز نمیکنه. ببینیم وضعیت قاسم چه بوده. تبرسی در اعلام البرا میآورد. حمید ابن مسلم گوید ناگهان کودکی به طرف ما آمد که گویی چهرهش قرص قمر بود، در دستش شمشیری داشت و پیراهنی پوشیده، یعنی زره هم نداشت، یه پیراهن ساده، و نعلینی در پا کرده که بند یکی از آنها پاره بود. خب این حال و هوا رو اگر شما نگاه بندازید ببینید این کودک شرایط جنگ نداره. ما در درون اون ایدئولوژی شما میخواید خونهایی ریخته بشه تا به حقانیت ایدئولوژی خودتون اشاره بود. این تفکر بسیار میتونه خطرناک باشه در جنگ ها. زنان، کودکان و گروه هایی رو که شرایط جنگی ندارن رو وارد. در همین داستان ها، در همون ایدئولوژی و تفکر دینی، برای حق نشان دادن قیام حسین خب یک سری داستان پردازی ها هم کردن، از جمله مثلا شخصیت هایی رو آوردن که مسیحی بودن اما به سپاه حسین پیوستن، مثل وهب ابن وهب نصرانی، هرچند نامی رو که مورخان دیگر اسلام آوردن عبدالله ابن عمیر کلبی است نه وهب ابن وهب، اما مقتل نویسان سعی کردن نشان بدن انقدر قیام حسین حق بوده که حتی مسیحیان هم پی بردن که حق با حسین، بنابراین اگر ما کشته بشویم در راه حسین خب میتوانیم برویم به سمت بهشت. اینا داستان های تخیلی است اما در درون ایدئولوژی معنا پیدا میکنه، فهم میشه. در این میانه یارانی از حسین هستند که اگر ما برای اونها ارزش و احترام قائلیم به خاطر بحث‌های ایدئولوژیکه، نه به خاطر بحث‌های ملی، چون بسیاری از اونها کسانی بودند که به سرزمین ایران حمله کردند، مردم سرزمین ما رو کشتن. اما امروز ایدئولوژی یک نسبتی رو برای ما مشخص میکنه و یکی از این شخصیت‌ها مسلم ابن اوسجه است، یعنی کسی که در نبرد با ایرانیان بوده، ایرانیان زیادی رو کشته، امروز در کنار حسینه به خاطر اون ایدئولوژیش، هم به خاطر اون ایدئولوژی به ایران حمله کرده، یعنی به خاطر اون دین و مذهب، و هم امروز داره از خانواده حسین دفاع میکنه. اما ما ایرانیان از او تمجید میکنیم، یعنی ایرانیان شیعه، بدون اینکه سوابق او رو بدانیم. زمانی که مسلم ابن اوسجه در میدان هست و کشته میشه، یک شرح حالی رو از او گزارش میده هم طبری و هم دیگر مورخان. ببینیم طبری چه آورده. طبری اشاره میکنه زمانی که مسلم ابن اوسجه کشته میشه، سپاه عمر سعد در حال شادی است. شبس میگه قسم به آن کس که به اسلام وی آمده ام، یعنی پیامبر اسلام و الله، وی را با مسلمانان در بسیاری جاهای معتبر دیدم، وی را در نبرد آذربایجان دیدم که پیش از آن که سپاه مسلمانان برسند 6 کس از مشرکان را بکشت. دوستان آذربایجانی ما در مراسم عاشورا، تاسوعا برای مسلم ابن اوسجه گریه میکنن، زاری میکنن، در حالی که اگر نگاه کنیم میبینیم فهم این که امروز آخوندها در ایران بر سر مردم چه جنایت هایی می کنن در این است که اونها به ملیت باور ندارن، هموطنی باور ندارن، اونها به ایدولوژی باور دارن. مسلم ابن اوسجه وار در نبردهای دینی ایرانیان رو می کشن، فرق نمی کنه آذربایجانی باشه، بلوچ باشه،
مازنی باشه، کرد باشه، فرق نمی. فاصله ما با جمهوری اسلامی رو ایدئولوژی تعیین میکنه، نه هموطنی نه همشهری. اگه شما از اونا توقع دارید که در راستای هموطنی اقدام بکنن، اونا هموطنی رو نمیشناسن. معیار تمیز اونها، معیار شناسایی اونها بین دوست و دشمن ایدئولوژی است، نه بحث ای که شما هموطن من هستید، هم سرزمین من هستید. آقای رسول جعفریان هم به همین مسئله اشاره کرده. شهادت مسلم، منظورش مسلم بن اوسجه، موجب شادی سپاه کوفه شد و شبس بن ربعی که خود امیر بخشی از سپاه کوفه بود متأثر شد. وی به یاد رشادتهای مسلم بن اوسجه در جنگ با مشرکان در آذربایجان افتاد که مسلم در آنجا 6 نفر از مشرکان را کشته بود. در صفحه 514 آیه رسول جعفریان به این مسئله اشاره می‌کند. در این راستا نکات جالبی هم وجود داره که خیلی برای ما آموزنده است، و یکی از اونها این است که زمانی که یاران حسین وارد میدان میشن، کشته میشن، حسین احساس میکنه که نوبت کشته شدن اوست. سعی میکنه یک لباسی رو برتن بکنه و این لباس رو از چند جا پاره کنه که دشمنان او، یعنی لشکر عمر سعد، این رو به عنوان غنیمت در نیاره. خب عجیبه. خب خیلی ها میگن چه رزالتی است که شما در میدان جنگ شخصی کشته شده لباس او را از تن در بیارید. این دیدید در این مقتل خانی ها از اینها به عنوان یک رزالت نام برده میشه، و واقعا هم همینه. یعنی اگر نیک بنگرید که لباس تن یک شخص رو در آوردن چه معنا داره، بر جنازه او اسب تازاندن چه معنا داره. ابتدا به حسین پیشنهاد میکنن که شما در زیر شلوار خودتون یک شلوار کوتاهی بپوش، مثل شورت هایی که الان استفاده میشد و ایرانیان آن زمان استفاده میکردن. حسین نمیپذیره، میگه این لباس اهل ذلت، لباس اهل خاری است. یعنی لباس ما ایرانیان برای اونها لباس اهل ذلت. اما ما با افتخار نامهای عربی میگیریم، انتخاب میکنیم، زهرا، نمیدونم، فاطمه، انبا و اقسام، اینها رو میذاریم. ولی اونها از نظر فکری برای این بودن که حتی لباس اینها رو هم نمیشه پوشید، اینا لباس های اهل ذلت و خواری است. اما همان لباس حسین که بر تنش بود رو هم ایشان پاره میکنه به این بهانه که کسی طمع نکنه که لباس من رو کسی در بیاره. آقای زرگری نجات به این مسئله اشاره میکنه. این بخش رو بخوانیم و بعد بحث رو ادامه بدیم. این از این بابت اهمیت داره که بدانیم همین فرهنگ اسلامی تهاجم به سرزمین ها و گرفتن غنایم تا چه اندازه برای ما ایرانیان هم رخ داده. یعنی اینها که با پسر پیامبر اسلام یا دختر پیامبر اسلام چنین رفتار میکردن در فتح ایران، عجیب نیست که دست به غارت اموال مردم زدن، فرش ها، کافور ها، جام ها، کاسه ها، سینی ها، مردان، زنان، همه رو به اون وضعیت گرفتند و بردن. یک سپاه مهاجمی که از نوع برخورد شما میتونید پی ببرید که در فرهنگ رفتاری اونها چیزی به اسم انسانیت چندان معنا نداره. ببینیم چه کردن با جنازه و پیکر پسر دختر رسول خدا. حالا ببینید ایرانیان که دیگه برای اینها محلی از اعراب نداره. چون سر امام به چنگ سنان افتاد، منظور سنان ابن انس هست که سر حسین رو برید، نوبت به غارت لباسهای امام حسین در رسید. بحر ابن کعب لباس زیر امام را از تن آن حضرت درآورد. جامه بیرونی آن حضرت را قیس ابن اشعث کندی درآورد و نصیب خود شمرد. این قیس ابن اشعث کندی باباش از سرداران علی بود در صفین.
اونجا به همراه علی لباس از تن مردم در می آوردن. اینجا پسر اشعث لباس از تن پسر علی در می آوردن. مردی از بنی اسد به نام اسود با شتاب نعلین امام را غارت کرد. شمشیر آن حضرت نیز به چنگ یکی از بنی نهشل ابن دارم افتاد. عمامش نیز توسط اخنس ابن مرشد غارت شد. در صفحه 195 آقای زرگری نژاد به این مسئله اشاره می‌کند. طبرسی هم تقریبا همین مسئله را آورده. آقای رسول جعفریان هم همین مسئله اشاره میکنه که بد نیست این بخشش رو بخوانیم. ولاذنی می نویسد پس از شهادت امام حسین هر آنچه بر تن حسین بود غارت کردند. قیس ابن اشعث ابن قیس کندی قطیفه امام را برداشت که او را قیس قطیفه نامیدند. نعلین او را اسود نامی از بنی عبد برداشت، آنچه از لباس و حله و شطور در خیمگاه بود. این لباس و حله و مسائل دیگری که دارید میبینید بخشی از همون کاروانی بود که از یمن داشت به طرف یزید میرفت. حسین اونجا اونا رو غارت کرد در تنعیم، با خودش آورده بود. حالا که در کربلا کشته شد، سپاه عمر سعد اونا رو گرفت. حالا جالب این نکته خیلی زیبایی است. اول جنوب جعفی شطوری را برده، بعدها از آن آبکشی میکرد و نامش را حسین گذاشته بود. یعنی شطور حسین رو گرفت، باش کار میکرد، اسم اون شطوره رو ابوالجنوب گذاشته بود حسین. در صفحه 541 آقای رسول جعفریان اشاره می‌کند. طبری هم خب با همین مضمونی نقل رو آورده. اما مسئله بر سر این است که این رفتار، این نوع حرکت آیا سابقه اسلامی دارد یا از کینه و عداوت لشکر عمر سعده؟ بیاییم برگردیم عقب ببینیم در جنگ های صدر اسلام، جایی که پیامبر اسلام حاضر هست، آیا چنین رفتارهایی مشاهده شده یا خیر؟ این یک سنتی بوده که پیامبر اسلام ایجاد کرده و بعدها دامنگیر نوه او شده. واقدی به یک مسئله جالبی اشاره میکنه و آن این که در جنگ بنی قریظه وقتی اسرای جنگ بنی قریظه رو آوردن که گردن اونها رو بزنن، حویی ابن اختب یک جامعه سرخ رنگی بر تن داشت و سعی کرد این لباس رو پاره بکنه که از تن او در نیاورن، که این هم البته سابقه‌ای در جنگ بدر داره که حالا به اون خواهیم پرداخت. ببینیم گزارش واقعی در مغازی چیست. حویی ابن اختب را در حالی که دستهایش به گردنش بسته بود، این همه اسیر بودن دوستان، اسرای بنی قریظه هست دیگه، در کربلا شاهد نبودید اسیری رو گردن بزنن، در میدان جنگ کشته شدن. علی ابن الحسین یا همین امام سجاد رو که در اون زمان مریض شد، بیمار بود و نتونست وارد جنگ بشه، خواستن بکشن اما عمر سعد و دیگران مانع شدن که نه، نیاز به کشتن اینا نیست. اما شما دقت کنید در بنی یهود بنی قریظه پیامبر اسلام دستور میده گودال بکنن، اینها رو بیارن گردن بزنن. بعد اشاره میکنه که حویی ابن اختب رو آورد، جامعه سرخ برای کشته شدن پوشیده بود آوردن. او جامعه خود را با انگشت از چند جای دریده بود تا پس از مرگ کسی آن را در نیاورد. که بعد اشاره میکنه که حتی همون رو هم از تن او در آوردن. دیگر روایتی که ما به اون اشاره خواهیم کرد دوباره از واقعی است، جایی که در جنگ بعد، یعنی اولین جنگ بزرگ جهان است، قبل از اون هم البته خب غارت کاروان ها بود، در جنگ بعد مسلمانان پیروز میشن، عده‌ای از مشرکان رو میکشن. یکی از کسانی که کشته میشه شخصی است به نام عمرو بن هشام مخزومی، معروف به ابوالحکم، که مسلمانان به او میگن ابو جهل. خب وقتی او رو میکشه عبدالله ابن مسعود لباس از تن او در میاره. دقت کنید نکته جالبی داره، یعنی
ابو سلمت ابن عبدالاسد مخزومی که در آن موقع پیش پیامبر بود و باطنن از قتل ابو جهل متاسف بود، روی به ابن مسعود کرد و گفت: ابو جهل را تو کشتی؟ گفت: آری، خداوند او را کشت. ابو سلمه گفت: تو عهده‌دار کشتن او بودی؟ ابن مسعود گفت: آری. ابن مسعود گفت: به خدا قسم من او را کشتم و لباسش را هم درآوردم. ابو سلمه گفت: چه علامتی در بدنش بود؟ گفت: خال سیاهی در وسط ران راستش. ابو سلمه آن نشانه را شناخت و به ابن مسعود گفت: تو او را برهنه کردی و حالان که هیچ قریشی دیگری را برهنه نکرد. یعنی این رسم و رسومات اون زمان وجود نداشت. این نوع رفتار با کشته شدگان، با مردم، با نوع زنان در جنگ ها، مگر قبایل خیلی وحشی یا قبایل خیلی عقب افتاده که از تمدن بوی نبرده بودن، اونا ممکن بود این کارا رو بکنن. این نوع رفتارها با برآمدن اسلام در درون سرزمین های مفتوح رخ داد. که شما شخصی رو کشتی، لباس از تنش در بیاری، زن و بچهش رو تجاوز بکنی، کودکانش رو بگیری به اون وضع در بیاری، برای عرب قابل هضم نبود. این در درون ایدئولوژی معنا پیدا میکنه. عبدالله ابن مسعود لباس ابو جهل از تنش در آورد. آیا داستان به همینجا ختم میشه؟ جالب این هست که علی ابن ابی طالب هم همین کار رو میکنه. شیخ مفید در کتاب ارشاد خودش به همین مسئله اشاره میکنه: هر وقت علی علیه السلام از کارزار بدر نقل میکرد، از قتل ولید به خاطر می آورد. منظورش ولید ابن مغیره مخزومی است. و می گفت: فراموش نمی کنم وقتی نامبرده به دست من از پای در آمد، انگشتری درخشان او را دیدم که در دست چپ کرده و چون لباسش که در واقع داره می کنید، چون لباسهای او را بیرون می آوردم، دیدم زیر پوشی به تن آراسته که از آن بوی خوش به مشام می رسید. فهمیدم باید تازه داماد باشه. در صفحه 67 کتاب ارشاد. ولی همه پسرموهای قبیله ای بودن. در جنگ بعد پسرموی قبیله ای خودش رو میکشه. داره لباس از تنش در میاره. بدنش رو برهنه میکنه. میگه یه زیر پوشی هم تنش بود و اینها، یه بوی خوشی هم می آمد، فهمیدم که تازه داماده. خب همین رفتارهای علی ابن ابی طالبه که بعدها در درون جامعه اسلامی هم دیگران انجام میدن. شما چگونه است که اون رفتارهایی که علی ابن ابی طالب انجام داده رو نمی بینید؟ ما نسبت به مسئله عمر سعد در کربلا داوری دارید که این رفتارها شنیعه، قبیحه، که بله درست هم است، قبیحه، شنیعه. اما یادمون باشه الگوی این رفتارها قبلا توسط همین اشخاص از پیامبر اسلام گرفته تا علی ابن ابی طالب در همون جامعه اجرایی شد. حالا بر سر دیگران، یک زمانی یهودیان مدینه، یک زمانی قریش، یک زمانی ایرانیان. ما که تاریخ نخواندیم، با این جنبه های فقه سیاسی آشنا نیستیم، برامون عجیبه جمهوری اسلامی اموال مصادره میکنه، در زندان ها تجاوز میکنه. بیگناهان رو میکشه، هر کاری برای دیدگاه خاص خودشون دارن. ما اگر میخوایم رفتار اینها رو فهم کنیم، نیاز هست ایدئولوژیشون رو بشناسیم. و متاسفانه کسانی برای ما چنین شخصیت هایی رو موجه کردن. علی ای همای رحمت، پیامبر اسلام آمد کرامت رو تمام بکنه، حسین ابن علی آمد سرور وارستگان و آزادگان باشه. ما در این دام افتادیم.
چون اهل مطالعه نبودیم، نخواندیم. اگر صحنه تعزیه برای ما میسازند که حالا ریشه هاش رو عرض خواهم کرد در آینده در کجا بوده، در یکی دو جلسه آینده به بحث عزاداری حسین هم خواهیم پرداخت، ریشه های عزاداری، این بحث هایی که به راه افتاده، مختل خانی ها، روزه خانی ها، تعزیه و خیلی چیزهای دیگر که پرورشش دادن رو به کارشان می آمد. و امروز روحانیت همین کار رو میکنه، اربعین میسازه، انبا و اقسام، این مسائل مختلف در آینده بررسی خواهیم کرد. هر کدام از اینها زنجیری از، در واقع حلقه ای از زنجیرهای انقیاد ماست. هر کدوم رو باز بکنیم خودمون رو رها کردیم. تا زمانی که درگیر این نوع رفتارها هستیم نمیتوانیم به یک جهان بهتر نگاه کنیم. شخصیتهایی رو برای ما آراستن از دل تمام این بقایی نمیتونیم اونا رو بیرون بیاریم. یک شخصی، حالا چیزی هم به ذهنم آمد، بد نیست این نکته هم در اون حاشیه عرض کنم، نکته جالبی است. آی ویلیام مک پیس تکری، یک نمایشنامه نویس در قرن 18 آی تکری یک نقاشی جالبی داره، حالا چون به ذهنم رسید عرض میکنم، ولی این تصویر رو اگر شد در یک برنامه دیگری سعی میکنم نشان بدیم و بعد در موردش صحبت کنیم. ایشان در مورد لویی چهاردهم، خب میدونید لویی چهاردهم یکی از پادشاهان بزرگ فرانسه است، بیش از 72 سال حکومت کرد، از 5 سالگی بر تخت نشست، از حدود 5 سالگی و بیش از 72 سال حکومت کرد. یک نگاه بسیار نظامیگری داشت، خودش رو پادشاه خورشید میدانست و خیلی چیزهای دیگر. یک تصویری رو آی تکری میکشه و آن تصویر این است که در یک بخشی لباس لویی چهاردهم رو، یعنی لباس او، شنل او، شمشیر او، تاج جواهر نشان او، اون کلاهگیس خاص او رو میذاره. در میانه تصویر چهره اوریان لویی چهاردهم رو میکشه، یک انسانی با موی تاس، شکم برآمده، قد کوتاه، که خب لویی چهاردهم قدش خیلی کوتاه بود، تقریبا 1.60 قدش بود، برای همین کفشای پاشنه‌دار میپوشید. خیلی جالبه، عکسای لویی چهاردهم رو اگر دقت کنید یک کفشای قرمز رنگ پاشنه‌داری هم پاش هست، چون قد کوتاهی داشت، 1.60 خورده ای بود، و با این کفشای پاشنه‌داری که میپوشید سعی میکرد قدش رو بلند نشان بده. یه آدم نحیف، ضعیف، با شکم برآمده، موی نداشته. و بعد جنبه دیگر، یعنی بخش سوم اون کاریکاتور او، نقاشی او، در واقع شاهی بود که همین لویی چهاردهم با اون هیبت. هدف آی تکرای این بود که اشام بده چهره واقعی لویی چهاردهم همین است که وسط دارید میبینید، یعنی کسی که مویی نداره، ظاهرش به این شکله، قد کوتاه، هیچ وجاهتی نداره، اما در کنارش یک لباسی هست، شمشیری هست، یک تاجی هست، و زمانی که اینها با هم ترکیب میشه آن چهره پر جلال و جبروت به وجود میاد، یعنی لویی چهاردهمی که شما میبینید. هدف آی تکری چه بود؟ اشاره میکنه که این شخصیت ها رو خیاطان برای ما ساختن، کفاشان برای ما ساختن، یعنی اگر ما آن لباس فاخر، اون تاج، اون عصای جواهر نشان، اون شمشیر مرصع و پر ابهت رو کنار بذاریم، اینا هیچی ندارن، یه آدمی معمولی هست. این حرف های تکرای در آن زمان بعدها هم توسط دستگاه های تبلیغاتی نشان داده شد. این برجسته کردن انسان های کم مایه
فقط مربوط به دوران گذشته نیست، شما شخصیت های تاریخ اسلام رو نگاه بکنید، محدثین، مورخین، متکلمان چه چیزهایی برای ما ساختن، برای ما گفتن. بعدها هم ایدئولوگ هایی آمدن از دل این شخصیت ها برای ما الگو ساختن، شریعتی ها، مطهری ها، بازرگان ها، چه کردن با ما بر روی منبرها، بر روی حسینیه ها. لباسی بر تن علی ساختن، دانشی بر ذهن محمد جاساز کردن، اوصافی رو بر حسین ابن علی ساختن که هیچ کدام اینا برازنده اونا نبود. اگر به زندگی اونا نگاه بکنید میبینید همین رفتارها بود. یک سید علی خامنه ای اما با شدت خیلی بیشتر آن زمان. حالا جمهوری اسلامی دستش بسته است به خاطر مناسبات بین المللی. اونا خیلی راحت آدم میکشتن، هیچ عبایی هم نداشتن از جنگ افروزی. جمهوری اسلامی هم همون کارا رو میکنه اما دست و بالش یه کمی بسته است. اما از علی که به قتال العرب معروفه، همای رحمت ساختن رو شعرا انجام دادن. در گذشته همون لباس و جواهراتی که آی تکری داره اسم میبره رو مورخان، متکلمان، محدثان، شعرا برای این افراد میساختن. ما کم شعر نداریم در مورد شهدای کربلا. خیلی ها ساختن، حالا در آینده بهش خواهیم پرداخت. و از اونها الگو ساختن. و بعدها هم این وقایع رخ داد. یعنی این دستگاه تبلیغاتی که در گذشته حالا با این تخصص وجود نداشت ولی مورخان و محدثان و متکلمان و شعرا می ساختن، در دوران کنونی هم داره با شدت و حدت انجام میشه. شما فقط کافیست یک انسان میانمایی رو از سوی دستگاه های تبلیغاتی و رسانه‌ای مورد حمایت قرار بدید، یک چهره فرهمند از اونا می سازن. البته در کنارش هم افراد هم هستن کمک می کنن. و بعد مردم و اجتماعی که عوام زده هست، توده‌ای شده، چشمانش فقط به همون مسائلی است که داره میبینه، گوشهاش فقط اون چیزهایی رو که میشنوه باور میکنه رو به راحتی میشه فریب داد. یک ضرب المثلی است، یک تمثیلی است در فرانسوی که میگن خرگوش رو که میگیرید از گوشهاش میگیرید بلندش میکنید. انسان هم مثل خرگوش میمونه. شما وقتی میخواید بلندش کنید باید از گوشهاش بگیرید، یعنی با تبلیغات گوشهای او رو در اختیار خودت بگیر، به راحتی میتونی رو حرکت بدی به هم سمتی که خواستی ببری. دیکتاتورها از این فن خیلی استفاده کردن. شخصیت های میان مایه مثل بنیتو موسولینی، مثل آدولف هیتلر، مثل همین سید علی خامنه ای، روح الله خمینی، اینا چگونه برجسته شدن؟ برید نگاه بکنی موسولینی چگونه برجسته شد. اگر چزار روسی ها نبودن، او میتوانست قدرت پیدا بکنه؟ اگر روبرتو فاریناچی ها نبودن، او میتونست در درون حزبش جایگاه پیدا بکنه، برجسته بشه، کیش شخصیت او رو کلید بزنن؟ اگر آگوستو توراتیا نبودن، او میتونست در نزد مردم پدر ملت بشه، برجسته بشه؟ برادر بنیتو موسولینی شخصی بود، آرنالدو موسولینی، سردبیر یک روزنامه خاصی بود به نام مردم ایتالیا، دل پوپولیار دی ایتالیا. از برادر خودش شخصیت نیمه خدایی ساخته بود در اون رسانه. کسانی وجود داشتن زندگی نامه این آقایون رو می نوشتن. آقای جورجو پینی یه نمونش، خانم مارگریتا سارفاتی آمد نوشت زندگی نامه غلو آمیزی در مورد بنیتو موسولینی و او رو برجسته کردن. بعدها مهاتما گاندی، جالبه، چرچیل، اینا کسانی بودن که موسولینی رو یک شخصیت قدرتمند می دیدن، یه نوعی او رو مورد تعریف قرار داده بودن. شبکه های فیلم سازی، انستیتو لوچه چقدر تأثیر داشت در اون وجاهت دادن به بنیتو موسولینی، عکس هایی که از او وجود داشت، چهره هایی که او رو برجسته می کردن.
این فوت و فنا چیزای کمی نبود. انستیتوهای فیلمسازی، لابراتوارهای عکاسی، همه در اختیار این دیکتاتورها بوده. حالات حرکت اونها، حالات فلان اونها برای مردم چیزی رو میساختن که واقعا اونا نبودن. پشت عکس، پشت قاب، پشت خبر انسانی بود بسیار ضعیف از نظر محتوای علمی، محتوای دانش، اخلاق، اما او رو نشان میدادن پدر ملت، منادی اخلاق، منادی کار، اونا رو به خدمت میگرفتن. نه فقط برای شخص موسولینی، برای خانواده او، پدر او الساندرو تبدیل شده بود به یک نماد. بیمارستان به نامش میکردن، پل به نامش میکردن، سد به نامش میکردن. مادر او تبدیل شده بود به مادر مقدس، یعنی او رو با مریم مقدس مقایسه میکردن، خانم روزا مالتونی رو. تازه اونو در جامعه ایتالیای آن زمان که صده ها از رنسانس گذشته بزرگانی داره، اندیشمندانی داره، اما ببینید چگونه دستگاه های تبلیغاتی میتونن از یک انسان میان مایک ابهت بسازن. شما فکر میکنید هیتلر چگونه هیتلر شد؟ متن بسیاری از نوشته های هیتلر رو اکارت درستش میکرد، میگو اینجا غلط املایی داری، اونجا مثلا این کلمه رو به کار ببری درسته، اونجا در موقع سخنرانی این حرف رو بزنی. روزنامه نگار بود آقای دیتریش اکارت، بعد جوزف گوبلز آمد، کسی که ظاهرا دکترای زبان آلمانی داشت، یه روزنامه نگار بود اما استعداد خاصی در بخشی داشت و هیتلر رو شناسایی کرد، آورد از برادران اشتراسه جداش کرد و بیا به من خدمت کن، چون اونا هم عضو جناح دیگری بودن در حزب نازی. اما هیتلر دید او میتونه به کارش بیاد. عکاسی داشت به نام هوفمن، تمام چهره های پیشوا با نظر او بود و او نگاه میکرد کدوم عکس از پیشوا باید باشه، نوع صورتش، نوع خنده هاش، نوع ایستادنش، به کجا خیره بشه، به کجا نگاه بکنه، او رو در چه وضعیتی ما نشان بدیم. آقای هانریش هوفمن، اوا بران که بعدا شد معشوقه هیتلر، کارمند همین آقای هوفمن. عکس های او بسیار معروفه، هنوز هم اگر شما سرچ بکنید میبینید خیلی از این عکس هایی که بوده. دستگاه تبلیغات فیلمسازی در درون آلمان به هیتلر کمک میکردن، از او یک شخصیتی ساختن که کسی نمیتونست اصلا در مقام او، از شایستگی او، از ابهت او خدشه وارد کنه. خانم لینی ریفتنشتاین یکی از اونها بود، یه کارگردانی بود، بازیگری بود، یه فیلمی ساخت، چون میدونی سال 1934 در نورنبرگ یه کنگره‌ای تشکیل داده بودن، یه میتینگی بود، هیتلر تازه به قدرت رسیده، به یکی از این مهندسان خاص خودش آقای آلبرت اشپر که بعداً وزیر شد در آلمان نازی، کارای وزیر دفاع و جنگ رو انجام میداد، ساختمون ها ابنی های خاصی هم برای هیتلر ساخته بود، گفت فضا رو طراحی بکن به نحوی که نورپردازی ها، سنگ ها به نحوی باشه ابهت برانگیز باشه، مسحور کننده باشه، وقتی مردم ما رو نگاه میکنن سحر بشن، جادو بشن. نوع تبلیغاتی که برای هیتلر بود شگفت انگیز بود. فیلمی ساختن به نام اراده پیروزی، یه خانم ریفتنشتاین ساخت، لینی ریفتنشتاین کارگردان بود، بازیگر هم البته بود، نمایشنامه نویس و بازیگر. زمانی که این فیلم اراده پیروزی رو ساخت، جهت تبلیغات نازی ها در بیرون آلمان کلی کاربرد، کلی پیروزی براش، کلی اعتبار کسب کرد. آقای بروک مدیر فیلمسازی بود در آلمان، اوفا، یو اف آ مال او بود، رئیس بخشی از کارخانه کروپ هم بود،
تمام این صنایع تصویری، صوتی در اختیار هیتلر قرار می گرفت. صحنه پردازی ها، عکس پردازی ها، بعدها هیملر در اس اس. شما ببینید اون شیپورها، اون نمادها اصلا به یک سبکی از زندگی تبدیل کردن. یعنی نوع نگاه هیتلری و موسولینی، حالا اون فاشیستی و نازیست، تبدیل به یک سبک شد. سلام هیتلری، نوع پوشش لباس، حتی سیبیل های خاصی که افراد میذاشتن، نام بر روی کودکان. در ایتالیا هم داستان همین بود. چقدر هدایا داده بودن به موسولینی، او رو به عنوان وارث خودشون در نظر گرفته بودن. شگفت انگیز اینها. طبیعی است وقتی شما در جامعه آلمان با اون همه اندیشمند، فیلسوف، می توانید با استفاده از حالا فضا اون زمان و اون مکان، با استفاده از همین رسانه ها مردم رو فریب بدید. عجیب نیست که سال 57 مردم فریب خمینی ها رو بخورن. شخصی که دو جمله رو نمیتونه بگه تبدیل بشه به امام، بره در کره ماه، تصویر او در ماه ببینن. کی ساخت اینها رو برای ما؟ عده مجیزگو، عده رسانه ای، حالا نقل که بی بی سی و خیلی از رسانه ها رو بردن در ماه. یه آخوندی که به غیر از سواد فقهی چیز دیگه ای نداشت، حتی توانایی صحبت و دو جمله درست حسابی رو نداشت. شما به صحبتاش نگاه بکنید. چه کسانی نزدیک او بودن، مصاحبه های او رو تنظیم می کردن، اشکالات و اشتباهات گفتاری او رو راست و ریست می کردن، رفو می کردن. همین ابراهیم یزدی ها، صادق قطب‌زاده ها و خیلی های دیگه. برای سید علی خامنه ای چه اندازه کارهایی انجام میدن؟ نورپردازی ها، صحنه آرایی ها، جمع کردن مردم در میادین، همین ها در گذشته وجود داشت. همین امروز دوربین هایی میذارن که شما نگاه میکنید تظاهرات رو چند برابر نشان میده. اینا همه تکنیک هاست. ما مردم اگر نتوانیم لباس پر جلال و جبروت این افراد رو از تن در بیاوریم، همون کاری که آقای تکری کرد، فریب خواهیم خورد. همون گونه که اون نشان داد لویی چهاردهمی که از نظر ظاهر بدون آن لباس، بدون آن جلال و جبروتش چیزی نیست و ما فریب اون همه رسانه ها و کارهایی که از نظر او البته آن زمان کفاشان و لباس دوزان و دیگران، خیاطان و دیگران انجام دادن رو خوردیم، امروز رسانه ها برای ما آدم می سازن. فلانی انسان مخلصی است، فلانی انسان دموکراتی است، فلانی فلان است، پاک دسته. اما هر چیزی که بخواید همش در مورد موسولینی، هیتلر، در مورد استالین، شما باید نگاه بکنید اینها. جنایتکارترین فرد مثل استالین رو قیافش جوری نشون می دادن که خیلی ها می گفتن. هیچ کس رو ما ندیدیم در آرامش شبیه استالین باشه، همیشه با یک لبخندی. این تصاویر رو کی نشان میداد؟ زمانی که این آقا سخنرانی میکرد، یعنی آقای جوزف استالین، کسی جرأت نداشت اولین نفری باشه که از دست زدن وای میسته. گاهی دست زدن با او چند دقیقه، نزدیک به یک رو 20 دقیقه طول میکشید. همه در حال دست زدن بودن، مجیزگویی، و اینها رو نشان میدادن، به دنیا نشان میدادن، میگفتن ببینید رهبر ما چقدر مورد علاقه مردمه. شما در کره شمالی برید نگاه بکنید فیلم هایی که تهیه میکنن زمانی که این پسر بچه در حال عبوره، دختران و افراد مختلف چطور میستن، پای او رو میبوسن، دست او رو میلیسن. برای اینکه به دنیا نشان بدن رهبر ما محبوبه. همین دلیلی که رسانه ها رو همیشه دیکتاتورها در اختیار میگیرن. امروز هم برای ما همینه. اگر میخوایم دوباره فریب نخوریم، باید یک سیاستمدار، یک اندیشمند، یک عارف، هر کسی، سعی کنیم لباس پر جلال و جبروت تبلیغاتی رو از تن او در بیاوریم.
کاری که آقای ویلیام تیکری انجام داد. جوامعی که فریب بخورن همین. روزی رفیق استالین حکومت میکنه، دست به جنایت میزنه، بعد مردم او رو پدر ملت میدونن، رفیق خلق ها میدونن، یک زمانی پیشوا این کار رو میکنه، یک زمانی دوچه. مکان این افراد مقدس کرده بوده، یعنی محل زندگی این افراد مقدس شده بود. آیس لارس یکی از همین کسانی بود که در اون دستگاه بود، خواست معبد درست بکنه. آیس لارس و شیل آیس لارس برای موسولینی. در جمهوری اسلامی چه کردن؟ همون منبر خمینی رو تبدیل کردن به یک محل عبادت. دیدید دیگه، در کدوم جامعه شما میتونید مقبره یک جنایتکار رو تبدیل بکنید به اون عظمتی که مردم برن نمیدونم مرقد امام؟ میلیاردها تومان خزینه کردن برای اون، در کجای دنیا وجود داره؟ مگر اینکه مردم به جلال و جبروت این شخص باور کرده باشن در اون زمان. امروزه با این همه اسناد و مدارک غب این اشخاص ریخته، ولی ما باید قبل از اینکه این اشخاص به قدرت برسن و دست به جنایت بزنن، پرده از این تبلیغات برداریم. این شجاعتی است که نخبگان باید انجام بدن، نه اینکه شخص به قدرت رسید جنایت کرد حالا رو بیان روشنگری بکنیم. نه، به همین دلیلی که هم امروز باید به اپوزیسیون پرداخت هم به پوزیسیون، کسانی که عقلانیت رو، حقوق بشر رو، دموکراسی رو در پرتو تبلیغات قربانی میکنند باید مورد راستی آزمایی قرار بگیرن. در آلمان نازی نشد، در ایتالیای دوران موسولینی نشد، در ایران سال 57 هم نشد، وگرنه خمینی کسی نبود که بتواند در جایگاه اون رفیع امامت و مسائلی از این دست بشینه، مگر رسانه‌های بی بی سی و جارجار رسانه دیگری از او حمایت کردن و او رو به آنجا رسوند. البته روحانیت و گروه‌های دیگر هم سعی کردند خطاهای او رو به نحوی پرده پوشی بکنن، انواع و اقسام کارها بکنن، و مردم هم که جوینده نبودن آن جنایتکار رو بر عرش نشاندن، خودشون به فرش رسیدن. امیدوارم به این بحثا در آینده ادامه بدهیم و پرده از مسائل مختلف باز کنیم. سپاسگزارم از تلویزیون پارس جناب شهرتی عزیز. تا فرصت دیگر که روز پنجشنبه باشه در خدمت شما باشم. بدرود و موفق باشید.